به مناسبت آغاز دهی فرخنده قدیر دفتر حضرت آیت الله العظما شیرازی ضمن تبریک این ایام خجسته بیانیه ای را بدین شهر صادر نمود بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس عیدالله الاکبر قدیر روشنترین و مهمترین و حساسترین روزهای تاریخ اسلام را رقم میزند و بر اکمال دین و اتمام نعمت یعنی مسئله امامت و وسایت و جانشینی بلافصل حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم امیر المؤمنین علی علیه السلام تأکید می کند این ایام فرخنده فرصت مناسبی است برای شیعیان و محبین الله که با احیای آن قدیر و خورشید درخشان آن را به رخ جهانیان بکشانند و همگان با علما و مراجع خدوم شیعه بزرگ داشته ایدالله اکبر قدیر را برپا و ارج نهند بزرگ مرجع جهان تشیع و حضرت آیت الله لزما حاجسه صادق حسینی شیرازی مد از دله العالی در باره اهمیت والای احیا و بزرگ داشت و تبلیغ و دهه فرخنده قدیر فرمودند تبلیغ قدیر یک واجب کفایی است و تا کفایت نباشد عینی است و همه ما موظفیم آن را نشر دهیم و مکتب آن را به دنیا معرفی نموده و به قدر توانمان فرهنگ قدیر را تبلیغ نماییم قدیر یک تاریخ و یک فرهنگ و مجموعه از باید هاست یعنی امام معصوم خلیفه بلا فصل رسول الله صلی الله علیه و آله و رأس تمام امور است بعد از آن بایدها و توابع و احکام قدیر طرح می شوند قدیر و آشورا دو بال پرواز و اوج گرفتن تشیع هستند و البته هر یک فرهنگ ویژه دارند در مقابل دو فرهنگ متضاد و معارض فرهنگ قدیر و آشورا نیز وجود دارد که امروز در رسانه های نوشتاری، دیداری، شنیداری و جز آن شاهد آن هستیم. شایسته و بایسته است که انسان هرچه بزرگتر می شود بازدهی عملش نیز بزرگتر و بیشتر شود تا مبادا در شمار کسانی قرار گیرد که کوتاهی کردند. از این رو شما را به پایبندی به دو چیز سفارش می کنم. یک در راه جذب هرچه بیشتر افراد به خود و شریک کردن آنان در فعالیت های خود بکوشید تا از این ره گذر دامنه فعالیتتان گسترده و در جهان منتشر شود و بدین ترتیب قدیر را به جهان بشناسانید دو تمام توان و امکانات خود را در راه احیای امر اهل بیت علیه السلام یعنی فراگیری دانش آنان و آموزش آن به دیگران به ویژه آن بخش مرتبط با قدیر و آشورا به کار گیرید و در این راه کوشا باشید قدیر مقدمه وجود واجب مطلق است امروزه صدها میلیون تن در روی زمین در ظلمت گمراهی و شرک قرار دارند و از تعالیم ارزشمند اهل بیت علیهم السلام محرومند هدایت این افراد واجب عینی است زیرا کسی که این مهم را چنان انجام دهد که مسئولیت از دوش دیگران کنار رود وجود ندارد بنابراین هر خدمتی به قدیر واجب عینی است و ما باید تمام قوا و توانایی های را در خدمت حسب قدرت و معرفی قدیر به جهانیان به گیریم و بکوشیم مردم جهان را از ظلمت کفر و شرک و زلالت و فساد به سمت زلال جاری قدیر دعوت نماییم تا همگان از این چشمه جوشان و زاینده سیراب و برخوردار شوند در خاتمه تاکید می کنیم دهه قدیر را گرامی بدارید و آن را قنیمت شمرده و از برکاتش بهرمند شوید و آن را به جهانیان معرفی کنید این قرن قرن امیر المؤمنین علی علیه السلام و شیعیان آن حضرت می باشد و انشاءالله در آینده نزدیک مذهب حقی تشیع در کل جهان گسترش خواهد یافت انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین دفتر آیت الله حاج سید صادق حسینی شیرازی مدعی الله العالی قوم مقدسه